دوستان عزیز سوال بعدی بعد متوجه جناب استاد نزیل احمد رحمانی میشه که استاد برما میگه که راهکارهای درست فهم دین ها هاست استاد الحمدلله رب العالمین و والسلام علی خاتم الانبیاء و محمد و علی آله و اصحاب اجمعین و بعد سوال بسیار مهم میکردین جناب استاد راهکارهای درست فهم دین کدام ها هستند یا مسلمان باید از کدام اسلوب و کدام شیوه و کدام طریقه استفاده کنه که فهم درست دین درک کنه و او برسه در قدم اول مسلمان باید دین خود را از منبع اصلیش بگیره منبع اصلی دین اسلام همان قرآن و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم است بعدا اجماع و قیاس و مسائلی که هفت مورد دیگه که اختلافی از در میان علما اینها همه شرح دنده قرآن و سنت هستند منبع اصلی و اساسی قرآن و سنت است به خاطر الله متعال در قرآن کریم به پیامبر علیه الصلاۃ و سلام خطاب میکنه که و انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم ای پیامبر علیه الصلاۃ و سلام ما به تو ذکر یعنی قرآن را نازل کردیم تا برای مردم بیان کنیم پس احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم همان شرح قرآن عظیم و شعن است و الله متعال به پیامبر علیه السلام میفرماید یا ایها رسول بلغ ما انزل الیک ای پیامبر آنچه که الله به تو نازل کرده به مردم برسان اگر ای کار نکردی فما بلغت رسالته رسالتی که از طرف الله به گردن تو بود تو نرساندی پس اولین راهکار درستترین راهکار برای فهم دین دین باید از منبع اصلیش که همان قرآن و سنت است گرفته شود خب در شاید به ذهن بعضی ها برسه که هرکس خب نمیتونه قرآن و سنت خودش بشینه و بخاری را باس و بخاری رو باز کنه قرآن کریم رو باز کنه و بخونه این نکته برمیگرده به علمای بزرگواری که توانمندی ای را دارن که احکام خودشان از قرآن و سنت بگیرن و که دیگرا شرح دادن احکام را اما برای شخص معلوم نیست که از کدام مرجع و از کدام من گرفته برای از انسان آسان و سهل و آسان است که برای به اصل مرجع مرجع را پیدا کنه امام ابو انیفه رحمه الله به ابو یوسف میگه که ای ابو یوسف هر چیزی که ما برات میگم قبول نکن چرا یک مرد هستم امروز یک چیز میگم فردا چیز دیگه پس فردا چیز دیگره میگم امام ابوانیفه رحمه الله میگه که هر حدیث صحیح شما یافتین همون مذهب ماست پس ای بزرگوارا فهم دقیق دین فهمیده بودن که از کجا باید دین گرفته شد نکته دوم دین باید به با اساس فهم سلف تعبیر کنیم دین ما باید به با اساس فهم سلف بفهمیم یک شعر از به عربی میگه همه خوبی ها اتباع دین در, در, در سلف بوده و همه ابتدا همه بدعت ها در خلف بوده انسان نمیتونه قرآن درست تفسیر کنه درست بفهمه احادیث پیامبر علیه و السلام نمیفهمه درست درک نمیتونه کرده مگر اینکه فهم سلف هم راش باشه هرگاه فهم سلف در فهمیدن قرآن سنت با یک انسان بود میرسه به فهم درست دین هرگاه فهم سلف نبود و راهکاری که برسانش به درست فهمیدن دین نخواد رسید متاسفانه امروزه هست یک تعداد ادعایی رو میکنن که در قرآن عقیده وجود نداره شما ببینید لفظ عقیده وجود نداره در اسلام نظام سیاسی نیست در نظام در اسلام نظام اجتماعی نیست چنین چیزایی را تعبیر میکنند دور از فهم سلف حتی احکام دینی را تعبیر میکنند دور از فهم سلف متاسفانه به گمراهی ها کشیده شدن سوم جستجوی حقیقت باید منصفانه باشد هر کس میخواهد دین خوب بفهمه درک صحیح از دین داشته باشه انصاف و مد نظر بگیره هر قولی که از هر کسی را دید از هر کسی که باشه انصاف مد نظر بگیره به ترازوی خدا و رسول بندازش پیمانش کنه که درست است یا نه از هر کسی که است این فهم درست و دقیق از دینه و چهارم آغوش خود را باز کنیم بر تمامی مذاهب دینی همه مذاهب دینی را به چشم توقیر ببینیم من نه به چشم تحقیر اهانت همه مذاهب کوشیدن تلاش کردن که تا دین تشریع کنند تا شرح باشند برای کتاب خدا و سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم. هیچ مذهبی در ابتدای خود هیچ صاحب مذهبی در ابتدای خود کوشش به این نکرده که نوز بالله دین تفرقه کنه باعث شود که بگه فهم ما درست است فهم بخاری درست نیست فهم ما درست است نوز بالله فهم امام ابو درست نیست هیچ تو تعبیر در وجودشان نبوده احترام متقابل داشتند متاسفانه بعدها بعدها خلفی که آمد متاسفانه موضوعات را برا انداختن که نمازت پشت حنفی میشه نمیشه نمازت پشت شافی میشه نمیشه نکایت با شافی چه است؟ متاسفانه متاسفانه میگن نکایت با شافی مانند نکایت با اهل کتاب است آمدن این موضوعات داخل کردن بدبختانه فهم درست دین از دست ما رفت و این فهم درست از دین نیست و موضوع پنجم کوشش شود که به اقوالی که در او اجماع وجود داره اقوالی که در او شک رای وجود نداره به او انسان چنگ بزنه پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید ده ما یوری بک ما لا یوری بک بگذار آنچه را که تو را در شک میذاره و بگی چیزی را که تو را از شک دور میسازه و این پنج مورد بود که انسان ها اگر به این چنگ بزنن انشالله امید الله می که درست دینه درک کنند و بفهمند که دین چی مزایا و چی خوبی دارد. داره موفق باشه. سلام الله خیرن سلام, دوشین. سلام